این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از کرونای ولایت که خودش ملت رو میفرسته روی میدان مین کرونا، بعدم طلبکار میشه که چرا به وظایفتون عمل نمی کنید. یعنی سنگ پای قزوین جلوی این عظما از خجالت آب میشه. کرونا رو دست کم نگیرید. روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه. بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه؟ ما هر روزی 150 نفر، 140 نفر، 170 نفر متوفا داشته باشیم، این چیز کمیه؟ علاج هم دست خودمونه. خب مسئولین که میبینید دارن خودشون رو واقعا دارن فدا میکنن، دائم دارن تلاش میکنن، کار میکنن. ما مردم بایستی به وظایفمون عمل کنیم. این فاصله اجتماعی، این البته همه این روزها و اراجیف به خاطر ترس از مسیریه که پیش رو داره. یه چیزی تو این مایه ها آهنگران رو هم آورده بود که به بسیجی ها روحیه بده، اما طرف همه بسیجی ها رو خاک بر سر کرد. بمیرم خاک عالم بر سرم شد، که جاری اشکهای رهبرم شد. به قربان وفای حاج قاسم، فدای چشمهای حاج قاسم. ببوسم دست دور از پیکرش را. حالا بشنوید از قمپوز شیخ فری که این دم آخری بازم زد تو کار وعده و وعید و روزهای چکوندن ماشه رو به عنوان روزهای پیروزی اعلام کرد. ملت ما کاملا حواسشون جمع باشه، روز شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایرانه. این هم وضعیت بسیجی ها در روزهای شنبه و یک شنبه. البته باند رقیب اجازه نداد که بادکنک شیخ فری بیشتر از این باد بشه و هر کس از راه رسید یه سوزنی توی اون فرو کرد. نباید شرمنده باشید که به مردم وعده جشن در روز شنبه و یک شنبه را بدهید که امریکا نمیتواند مکانیسم ماشه را اجرا کند. کدام فتح الفتور را انجام دادید که جشن بگیرید؟ تا که باید از برجام نافرجام تعریف کنید. این هم تصویری از ماشین نظام در جاده برجام نافرجام. حالا دیگه آخونده هم در پس گردنی زدن به شیخ فری از هم سبقت میگیرن و هر کس از راه میرسه یک کفگرگی به شیخ فری میزنه. ببینیم که ریاست جمهور طی روزهای گذشته در طی یک شوی تبلیغاتی که بیشتر تبلیغات چیپس و پفک صدا و سیما رو شبیه هست، که آقا روز شنبه و یک شنبه مژده پیروزی بزرگ، و پیروزی بزرگ رو هم دیدیم که پومپئو وزیر خارجه آمریکا چطور نقش فنا کرد و به باد داد. خلاصه این که شیخ فری هر وقت میخواد یه فیلی هوا کنه و یه شعبده ای راستوریز کنه، باند رقیب وارد میشه و کاسه کوزه رو سرش خراب میکنه. این حجت الاسلام ترشک هم رفت بالای منبر اینترنتی و شیخ فری را اینطوری آبلمبو کرد. به نام خدا آقا، به ما خبر دادن که شنبه یک شنبه میخوان یک خبر خوب بدن، یک جشن پیروزی برای ما میگیرن.
تو تا به حال توی 7 سال گذشته کجا خبر خوب دادی که حالا میخوای دومیشو بدی؟ تو بره سند ویسی جشن گرفتی؟ تو بره کودتای بنزینی دولت جشن گرفتی؟ بره دلار جهانگیری جشن گرفتی؟ بره استعفای ظریف جشن گرفتی؟ بره واردات بیرویه؟ بره قیمت افسار گسیخته مسکن؟ بره پراید جشن گرفتی؟ تو بره فرار مغزا جشن گرفتی؟ بره تعطیلی دانش هستیمون به تاراج رفت جشن گرفتی که میخوای حالا جشن بگیری؟ نه آقا جان، بذار بهت بگم خبر خوب زمانی که تفکر شما از این مملکت بره، زمانی که مردم به این باور برسن که با حرف 4 تا سلبریتی بی سواد کسی رو حاکم نکنن بر سرنوشت این مملکت که الفبای سیاسی رو هم بلد نیست، کره قیمت کره رو نمیتونه کنترل کنه، خدا کنه ملت هیچ وقت داستان چوپان دروغگو رو فراموش نکنن. یا علی مدد. این یکی هم برای که از قافله عقب نمونه یه لگدی حواله عمامه رئیس جمهور نظام کرد. قبول دارم مسئولین بی‌کفایتن، قبول دارم، خدا رحم کنه شنبه یه شنبه چه خبری میخواد بشه نمیدونم. یه نفر اگه فامیل این آقای رئیس هست محبت کنه یه پیغام بده، جون مادره خیر انباته، یه باقیات و صالحات برای خودت درست کن، تو این 6-7 ماه لطفا خبر خوب به ما نده، چون هر بار تو خواستی خبر خوب به ما بدی گند زدی. البته این قرقرا به خاطر دفاع از حق مردم نیست، دعوای این عمامه به سرا به خاطر سهمشون از قدرت و بخور بخوره. در وضعیتی که چارچرخ عظما حواس و کرک و پرش هم ریخته، این پاسدار سلامی طبق معمول توهم زده و این بار میخواد در نقش تیغ ژیلت برای بقیه عمل کنه. اگر یک تار مو از یک ایرانی کم شود، تمام کرک و پشم شما را به باد میدهیم. این تهدیدات جدیست. احتمالاً منظورش از این خط و نشون کشیدن ها یه چیزی مثل این جنگولک بازی هاست. البته خود ظریف اومد توی تیویریش بند رو آب داد و خطاب به همپالگیاش گفت زیاد جوش نزنید، کاری که نباید بشه شده، بقیه هم نمیتونن کاری بکنن. متاسفانه به خاطر نفوذی که آمریکا در بازار مالی دنیا داره تونست قلدریشو در حوزه تحریم‌های مالی به نتیجه برسونه. البته تمام کسانی که رعایت میکنن میگن ما علارغم این که میدونیم غیر قانونیه رعایت میکنیم، چون این زور داره و فشار میاره. این هم تصویری از انزوای عظما توی این اوضاع و احوال. مشنگ اول هفته شیخ فری بود که در حالی که یه لیوان نفت هم نمیتونه بفروشه و ریال رو هم به پایین ترین نقطه خودش رسونده، اینجوری برای بقیه خط و نشون میکشه. من در اینجا لازم میدونم به عنوان رئیس جمهور ایران اعلام کنم که اگر آمریکا بخواد از قلدری خودش استفاده بکنه و حرف نادرستی که میگه من تونستم قطعنامه ها رو برگردانم که هیچ کس این حرف رو قبول نداره، در مقام عمل بخواد اقدامی انجام بده، حتما با پاسخ قاطع ما مواجه میشه. حکایت پاسخ قاطع آخوند روحانی و عبورش از بحران ها حکایت این موتور سوار و زور زدنش برای عبور از این خاکریزه. البته در فضای مجازی هم مردم با کلیپ‌های طنز جواب شیخ فری رو اینطوری میدن. سلام حسن آقا. حسن آقا به به چه دست گلی، بفرمایین یه مرتا تخم مرغ قابلی هم نداره، یعنی شده هر یک عدد تخم مرغ 1250 تومن، با یک عدد نان بربری دولتی اگر حساب کنیم
هر ایرانی یک وعده غذا بخوره میشه 2250 تومن به شرطی که این تخم مرغ رو تو روغن نپزه، با نمک و فلفل نپزه، رو به گوزه هم نزنه، خالی خالی بخوره، یعنی بذاره روی همینجور جلوی نور آفتاب بپزه، 67500 تومن خرج یک ایرانی میشه. یعنی دیگه اینم فکر کنم باید فردا 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 بره توی ویترینای طلا فروشی بمونه. واقعا رو حرفتون وایستادی حسن آقا، همین که گفته دیگه مردم نیازی به 35000 تومان نخواهند داشت، واقعا الان دیگه نیاز ندارن، چون 35000 تومان دیگه ارزشی نداره. باشادون الان لای 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 لای، شاید این تخم مرغا برای ما یه دونه مرغ شد، لای لای لای. عید نیست البته، به این تخم مرغا هم امیدی نیست، و اگه اونها رو بشکنید با چنین صحنه‌ای مواجه میشید. سلام ژن خوبی ها، من امروز تخم مرغ خریدم، اندازش که میبینید چه اندازه. بعد دنبال زردش ببینید، اصلا زنده تخم مرغ نداره. با این وضعیت آشپزی در دوران گشایش اقتصادی هم یه چیزی تو این مایه ها میشه. اینجاست که صدای داد و قال اهالی استبل ولایت هم بلند میشه و اینجوری دولت شیخ فری رو دراز میکنن. دلمان به بورس خوش باشد که با گشایش اقتصادی وعده داده شده منهدم گردید. به قیمت ارز و طلا که افسوس میخوریم، به قیمت نجومی خود رو نگاه میکنیم، آه از نهادمون برمیاد. و دفاع و داغ یک واحد آپارتمان 60 متری برای زوجهای جوان بر دلمون مانده است. طبیعیه که وقتی فشار زیاد میشه نظام به نشتی میفته و بتونه کارهای عمامه‌دار هم به دست و پا میفتن. امروز ممکنه یه عده ضد انقلاب بشن، یه عده با مسجد قرار کنن، با خدا و پیغمبر قرار کنن، با دین قرار کنن. میگه تو دلتون خالی نشه، اگر ریزش هست رویش هم هست. بعدم آخوندهایی مثل این آخوند تانگه به صحنه میان تا اینجوری برای عظما بازارگرمی کنن و وضعیت آش و لاش نظام رو سر و سامون بدن. امروز از عینک قرآن نگاه کنید، کسی جز ولی فقیه را ولی شما معرفی نمی کنن. آمریکا رو که ولی معرفی نمیکنه، حتی اون کسی که عمامه دارد ولی تکیه به آمریکا و انگلیس دارد، اونم قرآن ولی معرفی نمیکنه. راستی یادتونه این حجت الاسلام شکمبه قبل از محرم میگفت برگزاری مراسم عاشورا تو این محرم واجب تره؟ مسئله برپا کردن جلسات ابی عبدالله و عزاداری و گریه تو روایات از افضل قربات، ولی به جان خود ابی عبدالله این زمان از افضل واجبات. حالا این شما و این وضعیت این آخوند کرونایی شده در پایان ماه محرم. اینجاست که میگن چاه نکن بهر کسی، اول خودت بعدن کسی.